درود به شما همراهان پیگیر اخبار مهم ایران و جهان. آنچه در این ویدیو خواهید دید: تصویب طرح کنترل و رصد زندگی 85 میلیون ایرانی، آینده ی رژیم ایران و اعتراف رفیق دوست به کشتن گروگان‌ها، گیر افتادن صندوق اسرار حکومت ایران در تونل‌های حماس و استخدام غیرقانونی دختر دیپلمه یکی از اعضای شورای شهر با فیش حقوقی نجومی. تصویب طرح رصد و کنترل زندگی مردم ایران. بعد از چند ماه گمانه‌زنی و اخبار زد و نقیض مبنی بر راه اندازی سامانه‌ای برای رصد زندگی مردم و انکار و تکذیب از سوی مقامات جمهوری اسلامی، بالاخره با تصویب مجلس، وزارت ارشاد اسلامی موظف شد که با راه اندازی یک سامانه ویژه سبک زندگی مردم و خصوصاً از طریق فضای مجازی رصد کنه. این در حالیه که از زمان جنجالی شدن طرح صیانت فضای مجازی، بارها افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری با اعتراض به این اقدام حکومت ایران، هر گونه تلاش برای کنترل مردم در پلتفرم‌های اینترنتی و دوربین‌های مداربسته سطح شهر را نقض آشکار حقوق شهروندی دونستند و خواستار توقف چنین لایحه‌ای شدند. اما این بار نماینده‌های طیف تندرو با تصویب راه‌اندازی پلتفرم کنترل و رصد مردم، قانون صیانت فضای مجازی را به شکلی دیگه و حتی گسترده‌تر اجرا می‌کنند. مهدی مهدوی، آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، برای بررسی همین موضوع همراه ما هستند. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما معنی راه اندازی سامانه‌ای برای رصد کردن جزئی ترین قسمت‌های زندگی خصوصی مردم چیه و حکومت به دنبال چه هست؟ ببینید، در سالهای اخیر به فاصله شکاف خندق بین مردم و حکومت در واقع یک چاه ویل تبدیل شده، چیزی که در انقلاب مهسا دیدیم. یعنی حکومت رفته در منتاعلیه مثلا راستگرایی، در منتاعلیه خشونت و دخالت در سبک زندگی مردم ایستاده. دیگه تا چند سال اخیر شما میبینید مثلا یه مرد با 4 تا زن میاره، چند همسری رو، تعدد زوجات رو داره تجویر میکنه، مقابل کودک همسری تا فعاله و باشه میخوان فعالیت کنن میسته، بعد هم میاد تبلیغ میکنه دختر 15 ساله ازدواج کنه. حتی تو اتاق خواب شهروندان هم پیش رفته. یادتون داره در مورد بحث فرزند آوری یه دونه آخوند اومد تو تلویزیون گفت از همین امشب عملیات رو شروع کنید و مدام، یعنی تا این حد دخالت کرده در سبک زندگی مردم. و رویاش هم در اینترنت ملی میبینید، این که هر ایرانی شناسایی داشته باشه که دقیقا ببینه هر ایرانی کجا میره کجا نمیره. این از سمت حکومت. از سمت مردم اما بس خیلی خیلی عجیب و غریبه. یعنی شهروندان، من بارها گفتم، مصداق این شعر قشنگ احمد شاملو هستن که میگه ابلها مرد عدوی تو من نیستم، عدوی تو نیستم، من انکار تو اصلا انکار چه وضعیتی هستم. شما مردم ببینید، در انقلاب مهسا دبیرستان ها خط مقدم اعتراض بودن، آخوندا بسیجی می اومدن سخنرانی کنن، هوشون میکردن. تو چند تا مدرسه ویدیو منتشر شده، بعد بچه‌ها رو دارن تربیت تنبیه میکنن چون حاضر نیستن شعار مرگ بر آمریکا یا اسرائیل بدن، حاضر نیستن از رو پرچم رد بشن. ادامه بدید تا سبک زندگی اساسا خیلی تفاوت داره. موقعی که به لایحه توسعه هفتم نگاه میکنید و این ماده 75 بخشش، به نظر میاد نمایندگان مجلس نشستن دور خودشون فکر کردن که آقا چیکار کنیم که از جامعه عقب نمونیم. منتها باز همون شعار تکراری، یعنی مسجد محوری، وزارت ارشاد بیاد سامانه پای. در تازه ترین خبرهای منتشر شده، نماینده کنسولی اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با صراحت گفت رژیم ایران با حمایت مالی از حماس و حزب الله مرتکب شرارتی شده که ربطی به اسلام نداره. همینطور ادعای رهبر جمهوری اسلامی در مطلع نبودن از حمله وحشیانه حماس به مردم غیر نظامی رو رد کرد و گفت مقامات حکومت ایران نه تنها از این نقشه شوم مطلع بوده، بلکه همچنان از این گروه تروریستی با کمک‌های مالی و تسلیحاتی پشتیبانی می‌کنه. در همین زمینه محمد جواد اکبرین در گفتگوی عنوان کرد که آینده جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به سرنوشت حماس گره خورده. من ارجاع میدم شما رو به سخنان اخیر آقای نصرالله. اونجا یه نکته‌ای داره، وقتی میخواد تعریف بکنه وظیفه آینده رو، میگه که ما دو تا کار باید بکنیم. یکی آتش بسه، باید حتما اتفاق بیفته. تا اینجای کار همه همین حرف رو میزنن، البته اسرائیل نپذیرفته. اما نکته دومش، شرط دوم و وظیفه دومی که تعریف کرده تو سخنرانیش، گفته پیروزی حماس. یعنی اینجور نیست که ماجرا با آتش بس تمام بشه، باید حماس پیروز بشه. چرا این حرف رو میزنه؟
اینجا پاسخ سوال شماست، یعنی هم اعتبار و اقتدار اون چیزی که به عنوان جبهه مقاومت تعریف شده در پیروزی حماس، هم آینده جمهوری اسلامی گره خورده به موجودیت حماس. هم خود از طرفی با گذشت روزها از آغاز جنگ در غزه، مقامات رژیم جمهوری اسلامی با سیاستی دوگانه در قبال حملات تروریستی حماس از دخالت مستقیم در جنگ پرهیز میکنن، چون میدونن در نهایت بازنده اصلی هستن. این در حالیه که بعضی از وابستگان جمهوری اسلامی بدون واهمه از تبعات درگیر شدن ایران در جنگ منطقه‌ای و خسارت سنگینی که برای مردم داره، تعمدن به دنبال ایجاد تنش هستند. از جمله این افراد محسن رفیق دوست، وزیر پیشین سپاه پاسداران و رئیس سابق بنیاد مستضعفان، که میلیون‌ها دلار از این بنیاد به جیب زد. رفیق دوست در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی سلاح‌هایی داره که آمریکا و قدرت‌های بزرگ به خوبی اونا رو ندارن. از قدرت‌های دنیا گروگان‌هایی داریم که در صورت حمله به ما در عرض نیم ساعت اونا رو از بین می‌بریم. ان شاء الله موقعیتش بشه که این کارو بکنیم. امروز به لطف خدا گزینه نظامی بر علیه ایران همه ابرقدرت‌ها، مثلا گزینه نظامی بر علیه ایران جواب نمیده. البته همش توان قدرت ما نیست که اون بخش عمدشه. بله، ما الان سلاح‌هایی داریم که آمریکا هم نداره، کشور بزرگ هم ندارن به این خوبی، اما تو منطقه ما از قدرت‌هایی که احتمال داره به ما حمله بکنن گروگان‌هایی داریم که ظرف نیم ساعت یک ساعت گروگان‌ها رو به میبریم. انشاءالله موقعش هم بشه یه وسیله فراهم بشه که این کارو بکنیم. خیلی حرفه عجیبیه دیگه، این حرف از اون حرفاییه که میدونم که حتما پر بسامت میچرخه تو فضای مجازی و برای اولین بارم هستش که به این نفس زده می. چنین وقاحتی در بیان تهدید به قتل و کشتار افراد غیر نظامی که به عنوان گروگان در دست رژیم ایران اسیر شدن تنها از یک سیستم تروریستی برمیاد. اما علی‌رغم تمام این رفتارها، همچنان اتحادیه اروپا و دولت آمریکا از قرار دادن سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی تفره میرن، چون کاملا محرز شده که جنگ در منطقه بهترین ابزار و فرصت تجاری عظیم رو برای فروش تسلیحات در اختیار آمریکا و آلمان به عنوان تولید کننده تسلیحات نظامی قرار میده. به همین دلیل برخلاف دعوای زرگری و خط و نشون کشیدن، برای جمهوری اسلامی به روش‌های مختلف از رژیم ایران برای بقا حمایت میکنن. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در یک کنفرانس خبری گفت که نیروهای اسرائیل بیش از 100 محور تونل حماس را منهدم کردند و همچنان در حال عملیات زمینی در عمق شهر غزه هستند. به گزارش شبکه خبری CNN، در پاسخ به سوالی درباره سوء استفاده شبه نظامیای حماس از بیمارستان‌ها و مساجد و احتمال حمله اسرائیل به این مراکز، تصریح کرد: جزئیات عملیات ارتش اسرائیل رو بیان نمی‌کنم، ولی ما هر کاری رو که برای مقابله با تروریست‌های حماس لازمه انجام میدیم. از طرف ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرد که نشون میداد نیروهای حماس محوطه یک مسجد و شهر بازی رو به سکوی پرتاب موشک تبدیل کردند. به همین دلیل مقامات اسرائیل اعلام کردند تا زمانی که حماس گروگان‌ها را آزاد نکنه به حملات بیوقفه به غزه ادامه میدن و تا نابودی حماس از نبرد دست نمیکشن. چه در شمال، چه در جنوب، در نزدیکی لبنان و در نزدیکی غزه، اغلب شهرها تقریبا خالی از سکن است. بذارید اول از جنوب شروع کنم. یکی از نزدیکترین شهرها به غزه سدروت بود که شبه نظامیان حماس ساعتی بعد از حملهشون گذرشون از مرز پیام آژیر من باید برم. همینطور سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در عمق شهر غزه برای از بین بردن حماس تلاش می‌کنند و به نظر میاد که یکی از فرماندهان این گروه شبه نظامی اسلامگرا داخل پناهگاه گیر افتاده. طبق منابع خبری غیررسمی، گویا این فرد صندوقچه اسرار جمهوری اسلامی یعنی یحیی سنوار از رهبران حماس که در پناهگاه تونل‌های زیرزمینی در نوار غزه محاصره شده. اما هنوز خبرگزاری‌های رسمی هویت فرمانده حماس مورد نظر را تایید نکردند.
نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در اظهارات اخیرش گفته عده‌ای خود فروخته و ناآگاه با سر دادن شعار زن زندگی آزادی به عنوان پیاده نظام موساد و اسرائیل ایفای نقش کردند. اما شاید ندونید علت این بلبل زبونی و خودشیرینی برای رژیم چیه. این شخص همون کسیه که چند ماه قبل افشا کرد از طریق شهردار تهران علیرضا زاکانی در منطقه گران قیمت سعادت آباد املاک نجومی گرفته. همینطور دختر 20 سالش رو با مدرک دیپلم به عنوان مسئول دفتر خودش با فیش حقوقی 30 میلیون تومانی استخدام کرد. در صورتی که استخدام بستگان درجه 1 توسط مدیران و مسئولین نظام خلاف قانونه. پسرش هم با پارتی بازی کل دوران خدمت سربازیشو تو شهرداری تهران به صورت لاکچری گذروند. یعنی با ماشین مدل بالا چند ساعت در شهرداری میچرخید و میرفت. برای همین امتیازات و امکانات که امثال این و منصور معصومی اصل برای جمهوری اسلامی یقه پاره میکنن. تعداد این جیره خورا از عدد و رقم خارجه، ولی لازمه هر چه بیشتر شناسایی بشن تا در فردای آزادی ایران مردم خودشون با اینا تسویه حساب کنن. همین مردمی که فرزندانشون در بدترین نقاط صفر مرزی مجبورن خدمت سربازی رو بگذرونن و گاه کشته بشن. همین مردمی که فرزندانشون با لیسانس و فوق لیسانس بیکارن یا مجبورن اسنپ کار کنن. اما انگلزاده های اینا بهترین مشاغل دولتی رو با حقوق های نجومی اشغال میکنن. بی صبرانه منتظر روز تسویه حسابیم. سپاس که تا پایان همراه بودید. منتظر کامنت های پرمهرتون هستیم و ممنونیم که این ویدیو رو با دیگران به اشتراک میگذارید.